پروژه اینترنت آزاد و رایگان در سراسر زمین سال هاست مطرح می شود. اینترنت آزاد در کشورهایی چون ایران که مردم آن پشت دیوار سانسور دیکتاتوری مذهبی حبس شده اند، یک ضرورت به نظر می رسد. اما امروز در نخستین روزهای سال 2021 این پروژه در چه مرحله است؟ به دانستنی های جهان ما از کیهان لندن خوش آمدید. خیابان‌های ایران مانند کشور اشغال شده است که مردم آن اسیر دست اشغالگرانند. فرقه مکتبی و غرق در فسادی که آخوندها در رأس آنند، با جاری نمودن قوانین شریعت و قرون وسطایی بر کشور در کوچکترین مسائل خصوصی مردم دخالت می‌کنند. با وجود این همه فساد و جنایت، بیداد فقر و زندگی در شرایط ضد انسانی، اعتراض متشکل و سازمان یافته کسری از جمعیت 83 میلیونی ایران کافی است تا سیستمی سالم و ایران ساز را جایگزین حکومت کنونی کند. چرا هنوز چنین تغییری رو نداده؟ به نظر می رسد جامعه ایران به اندازه کافی از آنچه باید و می تواند داشته باشد آگاه نیست. رمز بقای حکومت اسلامی در کنار سرکوب بیامان، تبلیغ خرافات، پایین نگه داشتن سطح توقع جامعه و رواج فرهنگ تزویر و دروغ از طریق رسانه هاییست که در انحصارش است. در حالی که امروزه در جهان از دسترسی آزاد به شبکه جهانی اینترنت به عنوان حقوق بدیهی هر فردی صحبت می شود، جمهوری اسلامی سال هاست با صرف هزینه های کلان دست به سانسور وسیع در اینترنت می زند. علاوه بر آن در شرایطی که اقتدار پوشالی آن در معرض خطر قرار می گیرد، همین اینترنت نیم بند را هم به طور کامل به روی مردم می‌بندد تا در سکوت به سرکوب آنان بپردازد. در شرایطی که انحصار سرویس اینترنت در داخل کشور در دست حکومت است، سرویس‌های رایگان و آزاد اینترنت جهانی می‌توانند در حل این مشکل بسیار مؤثر باشند. گوگل از شرکت‌هایی است که سال‌هاست از طرحی برای ارائه سرویس فراگیر اینترنت در جهان خبر داده. مجری این پروژه شرکت لون زیر مجموعه آلفابت، شرکت مادر گوگل می باشد. پروژه لون قصد دارد با ارسال بالون‌هایی به ارتفاع 18 تا 25 کیلومتری زمین در لایه استراتوسفر، شبکه بی سیم برای ارائه سرویس اینترنت در همه جای زمین ایجاد کند. استراتوسفر از ارتفاع تقریبی 14 کیلومتری آغاز و تا 50 کیلومتری ادامه دارد. شبکه‌ای از بالون‌های گوگل در استراتوسفر سرویس فراگیر اینترنت با سرعت شبکه ارتباطات بی سیم LTE در مناطق تحت پوشش فراهم خواهند کرد. کاربران این سرویس اینترنتی کافی است آنتن‌های ویژه لون را در بام خانه نصب کنند تا به این سرویس دسترسی داشته باشند. اندازه این آنتن‌ها کوچکتر از دیش ماهواره است. این پروژه با هدف رساندن اینترنت به مناطق دورافتاده شهری و یا بحران زده انجام می‌شود. هر بالون که به کمک جریان هوا به آرامی حرکت و به طور هوشمند موقعیت خود را تنظیم می‌کند، می‌تواند منطقه‌ای به قطر تقریبی 80 کیلومتر را پوشش دهد. این سرویس برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که هنوز امکان اتصال به اینترنت از طریق فیبر نوری را ندارند، می تواند راهگشا باشد. تقریبا از سال 2008 که نخستین خبرها از پروژه بالون‌های اینترنت رسان گوگل به گوش رسید تا به امروز، تکنولوژی بالون‌ها رفته رفته به تکامل بیشتر و بازده بهتری از قبل رسیده. در تازه ترین خبر، گوگل در اکتبر 2020 اعلام کرد بالونی که در می 2019 از پورتوریکو به آسمان فرستاده شده بود، رکورد بیشترین ماندگاری را با 312 روز پرواز پیوسته در آسمان زد. سرویس بالون‌های اینترنتی گوگل تا به حال در چند کشور آزمایش موفقیت‌آمیزی داشتند.
شبکه بالون‌ها در واقع مانند آنتن‌های BTS شبکه تلفن همراه است، با این تفاوت که همیشه در آسمان در حال حرکتند و می‌توانند کمک و یا مکمل سرویس دهنده‌های زمینی باشند. مشخص نیست در آینده از لون به طور گسترده در همه جای زمین استفاده خواهد شد یا نه. اما شرکت ناماشنای دیگری که مانند گوگل از پیشگامان تکنولوژی است، پروژه بسیار وسیع‌تر با تکنولوژی پایدارتر از بالون‌های گوگل معرفی کرده. کمپانی اسپیس‌ایکس در سال 2015 پروژه‌ای با نام استارلینک را آغاز کرد که سیاره زمین را به قفس بزرگ اینترنت تبدیل خواهد کرد. استارلینک یک شبکه بسیار بزرگ از هزاران ماهواره کوچک در مدار زمین است که به طور پیوسته توانایی ارائه سرویس اینترنت در تمام نقاط زمین را خواهند داشت. هرچند هنوز پوشش سراسری زمین به طور کامل فراهم نشده، ولی از سال 2018 که عملیات ارسال ماهواره‌های استارلینک به مدار آغاز شد تا امروز نزدیک به 1000 ماهواره در مدار پایینی زمین مستقر شدند و به مرور بر تعداد آنها همچنان افزوده می شود. در این فاز ابتدایی استقرار 12000 ماهواره کوچک استارلینک در مدار پایینی زمین برنامه ریزی شده. این ماهواره ها که وزنی بین 100 تا 500 کیلوگرم دارند و اندازه آنها تقریبا مانند یک ماشین ظرفشویی است، در 3 ارتفاع متفاوت قرار خواهند گرفت تا شبکه ماهواره ها 3 پوسته به دور سیاره زمین درست کنند. نخست 1440 ماهواره در مدار ارتفاع 550 کیلومتری، 2825 ماهواره در مدار 1110 کیلومتری و در نهایت 7500 ماهواره در مدار ارتفاع 340 کیلومتری. طبق اعلام 30000 ماهواره دیگر در سالهای آتی پوشش سراسری زمین را تکمیل خواهند کرد و سیاره ما به تسخیر استارلینک در خواهد آمد. ماهواره‌های استارلینک برای ارائه سرویس اینترنت پرسرعت طراحی شدند. اسپیس‌ایکس میزان سرعت این سرویس را بین 50 تا 150 مگابیت بر ثانیه اعلام کرده. هزینه این پروژه عظیم در می 2018 در حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده. هم‌اکنون سرویس آزمایشی استارلینک در آمریکا برقرار است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2021 استفاده از این سرویس در مناطق دیگر زمین نیز آغاز گردد. استفاده از اینترنت پرسرعت استارلینک مستلزم داشتن تجهیزات ویژه دریافت سیگنال از ماهواره‌های آن و دارا بودن اشتراک است. اشتراک ماهانه این سرویس در آمریکا 99 دلار تعیین شده و 499 دلار دیگر برای آنتن کوچک آن و روتر. با این حال استارلینک وعده داده این سرویس اینترنت پرسرعت را برای مناطقی که دارای امکانات کافی نیستند با قیمت ارزان و حتی رایگان ارائه خواهد داد. گفتنی است هنگامی که استارلینک ثبت نام برای پروژه خود را در سراسر جهان آغاز کرد، امکان نام نویسی با نام ایران فراهم نبود. پروژه ققنوس ایران در یک فراخوان از ایرانیان سراسر جهان خواست تا با مراجعه به وبسایت استارلینک نام ایران را به مدیران این پروژه ارسال کنند تا به این ترتیب به محدودیت درباره ثبت نام از ایران پایان داده شود. استارلینک پس از چندی محدودیت نام کشورها را از وبسایت خود حذف کرد، به طوری که افراد از ایران هم بر اساس آدرس هایی که در گوگل ثبت شده می توانند به عنوان متقاضی در این پروژه ثبت نام کنند.